اگر کسی بخواد با بقیت الله الاعظم رفاقت کنه باید تکلیف خودشو معلوم کنه، یا این وریه یا اون وری، یا مرید امام زمان است یا کاری با مهدی فاطمه ندارد. اگر مرید امام زمان است با حلوا کردن دهن شیرین نمی شود. به قول مقام معظم رهبری، افضل الاعمال انتظار الفرج افضل الاعمال است. انتظار عمل است، نه فقط دعا، عمل. باید میدون بیای، میدون بیای باید چیکار کنی؟ هم موبایلت شروع کن، این عکس رو پاک کن، این کلیپ رو پاک کن، این شماره های نامربوط رو پاک کن. افضل الاعمال عمل باید بکنی. جمله خیلی زیبایی دارن ایشون، چون میگن منتظران مصلح جهانی خودشون هم باید صالح باشن تا خیر خیره ربا بخورد 2 میلیون بار بگه اللهم عجل بلیک الفرج. اثر چه شرونی بکند، محرم و نامحرم حالیش نباشه. کدوم اللهم عجل ولی گل فرج؟ عمل میکنه، تکلیف باید معلوم کرد. مرید امام زمانی کو مریده؟ مرید امام زمان علامت داره، نشونه داره، ینحون عن الفساد فی الارض. کجا نهی از منکر کردی؟ اما تلک مردم میدرسی؟ از این که یه وقت چپ چپ بهت نگاه کنن، کتکت بزنن، بدن علی اکبر برای نهی از منکر تیکه تیکه شد. حالا بذار چارت مطلک هم تو دانشگاه به تو بگم. خیلی نازک نارنجی در بار اومدیم، خیلی بچه ننه ای شدیم، خیلی شل شدیم و تنبل شدیم. توقع دارید وقتی میخواین بیاین وارد و وادی میدان عمل بشید گاو و گوسفند جلوتون سر ببرن؟ پیغمبر اکرم اگر میگفت، به تعبیر استاد ما رحمت الله علیه میفرمود، خدا اگر میفرمود حبیب ما به این مردم بگو قل انا بشر مثلکم، همین مثلکم، این دیگه سنگ دار دیگه، کسی شکم به شطور رو سر پیغمبر میریخ، دندونشو کسی میشکست؟ اگه میگو من مثل شمام، خب من مثل شما، این مثل شمام که دیگه کتک نده بگیم. اما تا فرمود یوها الی تهمتا فوشا اذیتا آزارا، من یه دونشو میگم تو سفینت البهاره، همون جلد اولش هم هست، برید ایزارو ببینید طلبا، که پیغمبر خاتم داشت طواف میکرد، یه نامردی به تحریک شده از عموی خود پیغمبر و از اقوام خود رسول الله آمد، یواش یواش پشت سر پیغمبر عمامه پیغمبر رو برداشت، انداخ گردن پیغمبر، یه تاب داد، از عقب کشید، پیغمبر خورد رو زمین، کشون پیغمبر از مسجد الحرام انداخت بیرون. یک نفر نگفت چرا؟ پیغمبر اینجوری آغاز کرد پیغمبری رو، مریداش هم کتک خوردن، بلال حبشی داشت میمرد زیر شکنجه. مگه سمیه شهید نشد؟ مگه عمار یاسر شهید نشدن؟ مریداش هم کتک خوردن. حالا من مرید امام زمان باشم یه متلک نشنوم؟ اذیت نشم؟ اخراجم نکنن؟ تهدیدم نکنن؟ از نظر مالی کم نگرم؟ ببخشید. پس اگر دنبال احترامید که نعلینتون رو جفت کنند و دستتون رو ببوسن، نه، برید دنبال در دکون خودتون. اگه دنبال امامی، تمام کسایی که دنبال ائمه بودن سیلی ها